سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. اگه تصویر این ویدیو رو دیدین یا متنش رو خوندین، باید بگم که این جمله کلیک بیت نیست و دقیقا همون چیزیه که خوندین. این ویدیو راجع به شهرهاییه که بابت مهاجرت و رفتن به اون شهرها واسه زندگی بهتون پول میدن. پول کمی هم نیست و حتی امکانات خوبی هم داره. مثلا تو یکی از شهرها خونه رو 1 یورو میفروشن، معادل 32,000 تومن. شاید واسه تون تعجب آور باشه، ولی به هر حال این اتفاق داره میفته و بابت خرید خونه توی یک شهر شما 1 یورو میپردازین. و در ضمن اینم بهتون بگم که این کشورها کشورهای بدی نیستن، مثل ایتالیا، اسپانیا، یونان، ایرلند و حتی کشوری مثل کانادا. فقط قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این شهرها، لطف کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو حتما لایک بکنید. واسه اینکه از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم ریال یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم شما سریعا ازش مطلع بشین و بتونید ویدیوشو ببینید. خیلی خب، سریع بریم سراغ معرفی این شهرها و ببینیم شرایط پرداختشون به چه صورته. خیلی خب، همونطور که گفتم شاید واسه تون تعجب آور باشه، ولی توی کشورهای قدرتمند از نظر اقتصادی هم یه سری شهرهای کوچیک هستن که جمعیتشون به شدت داره کم میشه و چون خودشون هم درگیر پیری جمعیت هستن و میانگین سنشون به شدت بالا رفته، توی شهرهای بزرگشون متخصص کاری کم گیر میاد، چه برسه این شهرهای کوچیکی که همه دارن ازش میرن بیرون. واسه همین اومدن یه سری طرحهای تشویقی گذاشتن که تو 5 سال گذشته این طرحها بوده. ما هم تو این ویدیو واسه امسالو میخوایم بررسی بکنیم. اولین شهری که میخوایم بهتون معرفی کنیم آنتیکترا هستش که واسه کشور یونانه. این شهر مخصوص کسایی که اصلا حوصله جمعیت رو ندارن، میخوان خودشون تنها زندگی کنن. و یه نکترم بهتون بگم، کسایی که به صورت دورکاری کار میکنن، مثل یوتیوبران، مثل برنامه نویسایی که به صورت دورکاری کار میکنن، یا کسایی که فروشگاه اینترنتی دارن و خلاصه کارشون تو فضای مجازیه، این لیست واسه شون لیست خیلی خوبیه. همونطور که گفتم این شهر کمتر از 50 نفر سکنه داره و چون نیروی متخصصم توش کم شده و جوونی توش پیدا نمیشه، بابت مهاجرت به این شهر به شما یه خونه میدن، یه قطعه زمین میدن که اگه خواستین کشاورزی کنین زمین داشته باشین و همچنین ماهانه 500 یورو حدود 590 دلار یا بهتر بگیم حدود 17-18 میلیون تومان برای 3 سال اول به شما پرداخت میکنن. شاید تو جزیره تعداد زیادی مغازه نباشه، ولی همونطوری که گفتم واسه کسایی که میخوان از جمعیت دوری کنن یا یه زندگی جدید رو شروع بکنن، یه پیشنهاد واقعا عالیه. بریم سراغ شماره دوم لیستمون که کاندلای ایتالیاست. جمعیت این شهر حدود 2700 نفره و چون نیروی متخصص و جوان توش خیلی کم شده، شهرداری این شهر بین 800 تا 2000 یورو به افراد مجرد و دارای خانواده، حالا بستگی به تعداد نفرات، پرداخت میکنه تا به اونجا نقل مکان کنید. تنها نکتهش اینه که شما باید به صورت تمام وقت توی شهر حاضر باشین، یعنی یه شغلی اونجا واسه خودتون دست و پا کنین که حداقل ماهیانه 600 یورو ازش درآمد داشته باشین. یعنی شغلی که شما بخواین ماهیانه 600 یورو دریافت کنین میشه کارگری توی یه فروشگاه، اونم به صورت نیمه وقت، یعنی 4 ساعت در روز. اگه شما توی یه فروشگاه توی این شهر کار بکنین، به عنوان واجد شرایط دریافت این جایزه شناخته میشین. بریم سراغ شماره سوم لیست که شهر کوچیک مربوط به سوئیسه و این شهر آلبیننه. جمعیت آلبینن به شدت رو به کاهشه، بنابراین اونا حاضرن بابت نقل مکان شما به این شهر 25000 دلار پرداخت بکنن. در ضمن اگه شما دارای فرزند باشین، بابت فرزند 10000 دلار اضافی پرداخت میکنن و شرایطش اینه که شما باید حتما زیر 45 سال سن داشته باشین و حداقل
تضمین کنین که 10 سال توی این شهر اقامت داشته باشین، یعنی 10 سال اینجا زندگی بکنین. فکر نکنم تا آخر عمرمون توی ایران کسی بخواد 25,000 دلار بهمون بده. بریم سراغ شماره 4 لیستمون که جزیره موریس در شرق ماداگاسکاره. اگه ایده ای واسه کسب و کار دارین، فقط میتونین پیشنهاد کاریتون به شهرداری این منطقه ارائه بدین که بهتون بگم واجد شرایط هستین یا نه. در صورتی که واجد شرایط باشین، شهرداری موریس به شما 20,000 روپیه موریس اهدا میکنه و همچنین محلی برای راه اندازی کسب و کارتون. اوکی، بریم سراغ شماره 5 لیستمون که روستای پونگای اسپانیاست، که فقط میتونید با نقل مکان به این جامعه اسپانیایی در پونگا و اقامت به مدت 5 سال 3,000 یورو از شهرداری این شهر دریافت کنید. این منطقه کوچیک جمعیتش 1,000 نفره که همچنان هم جمعیتش رو به کاهشه. البته خیلی روستامانند و کوچیکه و امکانات زیادی نداره. در ضمن بابت هر فرزندی هم که داشته باشین یا تو همون شهر به دنیا بیاد حدود 3,000 یورو دیگه دریافت میکنین، ولی همین که به شما پاسپورت اسپانیایی میدن یه امتیاز فوق‌العاده محسوب میشه. اوکی، بریم سراغ شماره 6 لیستمون. ساسکاچوان کانادا است. شاید تعجب کنید ولی کانادا به همه افراد مثل شهرهای قبلی پولی پرداخت نمیکنه و حتما باید دارای مدرک تحصیلی خوبی باشین که شما رو جذب بکنه. بابت نقل مکان به این شهر شما 20,000 دلار کانادا به عنوان پاداش دریافت میکنین و باید تضمین کنین که به مدت 10 سال توی این شهر زندگی میکنین و شرایط خاص دیگه ای نداره. و در نهایت آخرین شهری که قراره بهتون معرفی بکنیم و گفتیم بابت فروش خوناش فقط 1 یورو دریافت میکنه، یعنی 32,000 تومن، که شهر سامبوکا دی سیسیلیاست، که شهر کوچیک توی سیسیل ایتالیاست. جمعیت این شهر حدود 6,000 نفره که با مهاجرت ساکنانش به شهرهای بزرگتر در حال کوچیک شدنه. برای افزایش جمعیتش یه طرح فوق‌العاده رو اجرا کرده که خونه های خالی این شهر رو تنها با قیمت 1 یورو میفروشه، ولی چون خونه های این شهر قدیمیان شما باید 5,000 دلار توی بانک به عنوان تضمین بذارین که تا مدت 3 سال، دقت کنید، 5,000 دلار توی بانک ضمانت میذارین و 3 سال وقت دارین که این خونه ها رو بازسازی بکنین که حدود 15,000 دلار واسه شما هزینه داره. حالا شاید بگین خب این مورد خوبی نیست، ولی بهترین مورد همین گزینه است، چون شما محل زندگیتون رو میگیرین، بابت اجاره خونه پولی پرداخت نمی کنین، شهرداری این منطقه واسه راه اندازی شغل یا پیدا کردن شغل به شما کمک میکنه و واسه تون شغلی دست و پا میکنه که حداقل حقوقش 1,500 دلاره. و اگه شما 3 سال وقت داشته باشین که بخواین 15,000 دلار هزینه بکنین و این خونه رو بازسازی کنین، از اون 1,500 دلارتون فقط کافی ماهی 300 و خورده دلار بذارین کنار و با این پول شروع به بازسازی خونه بکنین، یا خیلی از کاراشو میتونین خودتون انجام بدین، مثل رنگ‌آمیزی خونه و رسیدگی به حیاط و باغچه و اینطور کاراش، و واقعا یه مورد فوق‌العاده است. توی تمام این موردهایی که به شما معرفی کردیم، اگه کسی واقعا به صورت دورکاری کاراشو انجام میده و فریلنسره و قصد مهاجرت داره، این مکانا واسهش فوق‌العاده‌ن. یعنی حتی اگه اینترنتشون هم بد باشه، دیگه بدتر از اینترنت ایران که نمیخواد بشه و میشه به عنوان یه گزینه بهشون چشم داشت. خیلی خب، اینم از این ویدیو. ممنون که تا اینجا با ما بودین. لطف کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک بکنین. اگه دوست دارین از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر میکنم شما سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیو رو تماشا کنین. همینطور الان دارین 2 تا ویدیو رو صفحه میبینین که ویدیوهای دیروز پریروز ما هستش. اگه خوشتون اومد میتونین روش کلیک بکنین و اون ویدیوها رو هم تماشا کنین. ممنون که تا اینجا با ما بودیم. فعلا روزتون خوش. خدا نگهدار.